در خدمت آقای نادر کشکار هستیم. خواستیم نظر ایشون رو در رابطه با پیام رجلی که در تاریخ 27 تیر 94 در رابطه با توافق هسته‌ای ما بین گروه 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی صادر کردن بدونیم. بله، در رابطه با پیام اخیر آقای رجلی، من پیام رو یک بار گوش کردم. برداشت شخصی من این بود که احساس کردم که ایشون در فهوای مسئله توافق هسته‌ای سعی داره که یک خطی رو دنبال کنه و یک موضوعی رو در ذهن مخاطب خودش تلویحاً تلقین کنه. یک نکته که لازمه توضیح بدم و تو ذهنم برجسته است اینه که ما باید در نظر بگیریم که این پیام مسیح داخلی داره و صرفاً برای اعضای سازمان بخصوص کسانی که در لیبرتی هستن گفته شده. ما در نظر گرفتیم این نکته، باید این پیام رو دقت کنیم. همینطور که میدونید یکی از سوالهای اساسی بعد از سرنگونی صدام که شکل قدرتمندی با خودش گرفت این بود که آقا جنگ مسلحانه، استراتژی جنگ مسلحانه به بن‌بست رسید، شکست خورد، جواب نداد. به نظر من مسعود رجبی اومده از این موقعیت استفاده کرده و در پوش پیام در رابطه با زهر اتمی و مسئله توافق هسته‌ای سعی کرده یک رابطه برقرار کنه بین مسئله توافق هسته‌ای و همون استراتژی جنگ مسلحانه. در حقیقت میشه این پیام از دو زاویه نگاه کرد. این موقع میشه شما به کلیت پیام نگاه کنید و اینکه چه هدفی در فهوای این پیام ایشون داره، چه هدفی رو دنبال میکنه. بعد میتونید به جزئیات پیام دقت کنید، حالا اگر تناقضی از نکته‌ای هست که مسلما پر از تناقض نکته است، چون در یک پیشفرض دروغ این تحلیل بنا شده. ایشون در پیامش اگه به طور کلی نگاه کنیم سه قسمت داره. قسمت اولش اینو در ذهن مخاطب میخواد جا بندازه و برجسته کنه که این توافق از همه لحاظ به ضرر رژیم بوده و باعث اینو به عنوان یک جام زهر محسوب میکنه. و در پایان فکر کنم قسمت اول صحبتش از این نکته رو اشاره میکنه ایشون، من اینو نقل قول کنم از گفته خودشون که این بیشتر مسئله که جا ذهن برجسته بشه. ایشون میگه میخوام بگویم موضوع اصلی که امروز ما روی آن متمرکز هستیم این است که مقاومت ایران و همچنین مجاهدین رژیم را در استراتژی تضمین بقا پس از 24 سال به کلی شکست دادند. میخواد بگه که ما یک دستاوردی داشتیم، اونم در طول مدت 24 سال گذشته. یعنی برفرض اگر سوال بشه از اینه که آقا این استراتژی جنگ مسلحانه بالاخره چی شد، ما چیکار کردیم اون حضور ما در عراق بعد از این همه کشته، بعد از دروغ، بعد از اینکه حضورمون در عراق باعث شد که پایگاه تودهمون تو ایران به کل از دست بدیم، در ازای این بهایی که دادیم چی به دست آوردیم؟ چون ایشون حق بره گفتن نداره، سعی کرده که این توافق هسته‌ای رو در وهله اول تو این پیام خیلی با بزرگ نمایی به یک جام زهر تبدیل کنه و همینجور که اشاره کردن به اینجور مطرح کنه که استراتژی تضمین بقا بعد از 24 سال به کلی شکست خورد. نمیخواد دیگه ما یه ضربه بسیار کاری وارد کرد، دستاورد 24 سالمون این بوده. در قسمت دوم پیام ایشون اگه دقت کنید حدود 40 دقیقه سعی میکنه که این مسئله رو برجسته کنه که این صرفاً حاصل فعالیت‌های خود سازمان بوده و مقاومت. از دولت مردای آمریکا پیامایی میذاره، از ایران نمونه‌ای میذاره، از نمی‌دونم اشاره میکنه به صورت‌های خودش، مدیریت خودش، روزنامه‌ها، اشخاص مختلف. 40 دقیقه در این رابطه صحبت میکنه، اینو برجسته میکنه تو ذهن مخاطب خودش که این افشاگری که بعد از 24 سال به این نقطه رسیده و باعث زهر اتمی شده حاصل کار ماست.
و در پایان قسمت دوم هم یک نکته بسیار مهمی که هست این است که یک خط قرمزی هم میشه. اون خط قرمز اینه، میگه هر کسی که فکر بکنه این اطلاعات از اسرائیل یا آمریکا به ما رسیده، این خط قرمزه. این موضوع خیلی مهمه، یعنی باید اون رو در ذهن مخاطبین خودش ببنده، یک خط قرمز میکشه. چون اگر برفرض این سوال تو ذهن افراد خودش کسانی که تو لیبرتین مطرح بشه، چون بالاخره اونا میبینن که سازمان همون قدرتی نداشتن، که سازماندهی ما در داخل ایران نداشتیم که به اطلاعاتی برسیم که جاسوسای آمریکایی ماورا و اسرائیل و آمریکا مثلا عاجز بودن ازش، خب این نیاز به یک سازماندهی خیلی پیشرفته، خیلی وسیع در ایران داره. در حالی که عملا بچه که سازمان هم میدونن هر 5 تا تیمی که میرفت داخل سبه تیمیز در رون خود بر نمیگشتن، اون هم برای چند روز. حالا چطور ممکن در این زمان طولانی ما بتونیم که ایران فعالیت بکنیم، بدونیم که زهره بکنیم، همه اطلاعات هم به دست بیاریم، اون هم توی 24 سال. خب بخاطر اینکه این سوال رو تو ذهن مخاطبین خودش ببنده، اینو خط قرمز میکنه. کسی فکر نکنه آقا هر کی فکر کنه اطلاع از اسرائیل این اطلاعاتی این موضوعه، کسی جرئت نکنه. اگر همچین سوالی تو ذهن افراد مطرح بشه، کلیت این تحلیل از هم میپاشه، چون بر اساس این بنا شده این تحلیل که آقا ما یک عمله کردیم طی 24 سال، بعد از 24 سال این تبدیل شده به یک جام زهر و ما به کلی رژیم رو رابطه شکست دادیم و یک دستاورد مهمیه. از اونجایی که دستش خالیه، از اونجایی که طی این سالیان هیچ دستاوردی نداشته، مجبوره برای بالاخره گروه های سیاسی، برای طرفداران خودش، برای اعضای خودش یک بیلانی بده، بگه آقا ما این کار رو کردیم. بنابراین اونجا رو خط قرمز میکشه، این که آقا این اطلاعات ما خودمون بوده، اسرائیل نداده، آقا سرویس های امنیتی کشور دیگه همکاری نکرد. در قسمت سوم صحبت های ایشون وقتی که اشاره میکنه برای قسمت های دوم یک مطالبی رو از گذشته موضوع گیره دیگه در رابطه با هستی مسئله میکنه، نکاتی رو تو اونجا میبینیم که در رابطه با جنگ صحبت کرد. میگه من همیشه گفتم بالاترین تهدید نه جنگ. یه جایی دیگه از صحبتش میگه که جنگ حق مسلم مردم ماست، ما باید بجنگیم. یا اشاره میکنه میگه همچنین که خواهر مریم داریم در صحبتش گفته که همه افسار معلم پرستار و و و و بعد به پا خیزن. بعد از اون دو قسمتی که در رابطه با جام زهر رو برجسته میکنه و قسمت دوم که این مسئله رو مطرح میکنه که این حاصل کارکرد 24 ساله ماست و تاکید داره روی این، در قسمت سوم ضمن گلگی از آمریکا که حالا اونم جای صحبت داره، سعی میکنه یه جوری جنگ مسلحانه هم وصل بکنه، این استراتژی رو وصل بکنه، گویی که این جام زهر و این توافق هسته‌ای که معلوف به رژیم بخزیده، گویی که به نوعی در ادامه همون استراتژی جنگ مسلحانه بوده. این به نظر من کلیت پیامشه و خطی رو که سعی میکنه دنبال بکنه اینه که در 24 سال گذشته دستاورد ما، اصل دستاورد ما این بوده که جام زهر رو دادیم. هرچند که اعضای خودش میدونن که هر سال آقای رجیبی جام زهر به رجیم میده از ابتدای جنگ. اون موقع خوشبختانه من تو سازمان نبودم، موقعی که اینا وارد عراق شدن، بعد متاسفانه وارد جنگ شدن، سربازا نیروهای مختلف بسیجی اتمن میگن کشته شدن از هموطنان خودشون که در طول تاریخ 20 سالگی بوده و همین باعث شد که تمام پایگاه تدیشون از دست بدن و اصلا باعث شد که نه تنها پایگاه تدیشون از دست بدن، مردم به تنفر برسن از اینا. از اونجایی که دستش خالیه اومده و ذهن اعذار خودش رو به بنده اومده که اینجور مطرح کنه که 24 سال گذشته ما تو این راسته کار کردیم، اصلا گویی که اصلا ما رفتیم عراق به این نیت رفتیم عراق. همجرا که اشاره کردم تو صحبت های خودش این چون نقطه رو مخواد برجسته کنه، یک بار دیگه هم میخوام بگم موضوع اصلی که امروز ما روی آن متمرکز هستیم
این است که مقاومت ایران و همچنین مجاهدین رژیم را در استراتژی تضمین بقا پس از 24 سال به کلی شکست داد. اما از کلیت پیام که بگذاریم و هدفی که از نظر من ایشون دنبال می‌کرد و همون که همان این بود که تلقین کنه تو ذهن مخاطبینش همان و همون نفراتی هستن که توی لیبرتی نشستن، اینه که ما یه دستاورد بزرگی داشتیم و این حاصل ادامه همون جنگ مسلحانه است و حضور ما در عراق. این همون استراتژی که روش حرفی که آقای این استراتژی بن‌بست رسیده وانمود برعکس وانمود میکنه، گویی که این استراتژی استراتژی رژیم بوده و ما تونستیم شکست بشیم. ما هم تو استراتژی خودمون هیچ وقت شکست نخوردیم، به بن‌بست هم نرسیدیم، اینم هم حاصل همون استراتژی. اما از اونجایی که این بر اساس یک پیش‌فرض دروغ بنا شده، وقتی که به جزئیات پیام دقت میکنیم باز هم تناقض میبینیم هم دروغای آشکار میبینیم. یکی از تناقضها و نکاتی که تو ذهن من برجسته شد و جالب بود این بود که ایشون در قسمت اول صحبتاش مجبوری که این دستاورد خودش رو برجسته کنه، یعنی مجبوری که بگه که اون ضربه خیلی بزرگی بوده، جان و زهر بوده و حاصل کارکرد ما بوده. شروع صحبت قسمت اولش اینجور میگه که آقایان اوباما و کری که برای مجاب کردن مخالفین داخلی خود به شدت نیازمند بودند سنگ تمام گذاشتند و پس از انتشار سند روشن شد که رژیم جامهای زهر زنجیره‌ای سر کشیده که شمی از آنها به قرار ریزی است. بعد بوده 20 دقیقه شروع میکنه در این رابطه صحبت کردن برای مخاطبین خودش، که باز تحکیم و همونهایی که نشستن تو لیبرتی الان دارن صحبت ایشون رو گوش میدن در قسمت اول صحبتش پیامش. بعد شروع میکنن یک فهرستی رو از جامعه زهرهایی که رژیم تو این توافق هسته ای سر کشیده رو مطرح میکنن که من خلاصه شو بعد یاشو نوشتم، فقط تیتروار رو خونم و شما در نظر بگیرم اون کسی که تو لیبرتی نشسته 20 دقیقه زیر بمباران این حرف هست. کشیدن دندان بمب اتمی دست کم 10 سال عجب زردی. کنترل برنامه و فعالیت‌های اتمی در قسمت‌های مختلف از 15 سال تا 25 سال برقرار. کاهش سانتریفیوژها. کاهش غنی‌سازی اورانیوم از 10 تن به 300 کیلو که بهترین شاخص برای کشیدن دندان بمب اتمی است. یعنی بهترین شاخصی که رژیم دیگه نمی‌تونه به بمب اتمی برسه، یکی از شاخص‌ها همینه که ایشون مطرح کرده. کاهش غنی‌سازی اورانیوم. توقف تولید پلوتونیوم در عراق. پسماندی سوخت مصرف شده برای خارج فرستاده شده. 15 سال بازپروری سوخت مصرف، عدم اجازه این که از سوخت حق بازپروری سوخت مصرف شده رو ندارن یا ساختن چنین تأسیساتی در این رابطه با سوخت مصرف شده. تغییر سایت فردو به یک مرکز تحقیقاتی که از سایت‌های حساسی بود و مهم که رژیمی‌ها خودشان می‌گویند آن را به یک نمایشگاه و پارک علمی تبدیل می‌کنند. دقت کنید سایت فردو قرار به یک پارک علمی و نمایشگاه تبدیل بشه. این چه ضربات خورده رژیم بعد از 24 سال. یعنی به کجا رسیده که حاضره که سایتی که میلیون‌ها من نمی‌دونم شاید میلیارد‌ها خرج شده باشه به یک پارک علمی تبدیل کنند. دست کشیدن از استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، قبول بازرسی از سایت‌ها به صورت شبانه روزی 7 روز هفته، بازرسی از سایت‌های نظامی و مکانیزم‌های مشخص، ادامه تحریم‌های تسلیحاتی مدت 5 سال، موشکی 8 سال و و و و و یک لیست بلندبالایی رو از جانزهرهای رژیم عنوان می‌کنه که هر کدومش هم البته به جای خودش تک تک صحبت داره. مثلا حالا من نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم، تیتروار صحبت کنم، ولی اگه بخوایم نکته پردازی کنیم این مسائلی هم که مطرح میکنن همه جای صحبت داره. این که این عنوان میکنه نیست، ولی از یک که گفتم مصرف داخلی داره و صرفا برای عرضه تو لیبرتی گفته شده کفایت میکنه برای رجلی. اما تناقض که میخواستم مطرح کنم اینه که ایشون در قسمت اول صحبتاش این مسئله برجسته میکنه که الان یه شمعش رو خوندم که ادامه داره، زیاد داره. بعد تو قسمت سوم
صحبتش، جایی که به اصطلاح به دروغ از آمریکا گلگی میکنه و آمریکا رو به همکاری با رژیم در گذشته و حال متهم میکنه، یه نکاتی رو مطرح میکنه که جالبه. حالا بازم سعی میکنم من اینو طبق گفته خودش تیتروار بخونم. ایشون میگه این همون دولت آمریکاست که مذرد میکنه، این در رابطه با عراق. یه صحبتش میگه چه کسی نمیداند که اگر دولت آمریکا فقط 1% بلاها و فشاری را که بر سر مجاهدین به عنوان بزرگترین نیروی اپوزیسیون این رژیم آورد، بر سر رژیم آورده بود، رژیم آخوندی تا به حال صدها بار نابود شده بود و امروز ما تعدید تروریسم، ارتجاع و بنیادگرایی از قبیل داعش مواجه نبودیم. میگن که هر کدوم از اینا جای بسی صحبت داره، هر کدوم این پاراگراف ها. ولی من فقط میخوام الان این تناقض رو مطرح کنم که در قسمت اول صحبت ها ایشون جامعه ظرفهای متحرک که رژیم خودرو رو سر میکشه، و در قسمت سوم صحبتش در ادامه میگه که از باجهایی که گروه پنج و علاوه به ایران دادن و همکاری که ما تن میکنیم که آمریکا گروه پنج و علاوه اینا هوای رژیم رو دارن. این نکاتی رو که در این رابطه مطرح میکنه این است: به جای اینکه بساط اتمی در دست پدرخواندی تروریسم بین‌الملل را از بنیاد در هم بکوبد، ساختار کلی آن را برایش حفظ کرده است. یعنی برای منی که تو لیبرتی ننشستم، به عنوان فرد سالس به این موضوع نگاه میکنم، پیام نگاه میکنم، اولین سوالی که تو ذهنم میاد اینه که میگم که چطور ممکنه که رژیم در پایان توافق موفق شده باشه به گفته خود آقای رجبی ساختار کلی سیستمش رو حفظ بکنه، اما در ابتدای صحبتاش ایشون مطرح میکنه که سایت فردور آقای رو یه کارک علمی تبدیل بشه و یک لیست بلند بالایی داده بود، و در ادامه میگه که به جای این که مانند قطعنامه های پیشین قنیسازی از نقطه شروع برای این رژیم ممنوع کنن، انجام آن را ولو میزان اندک به رسمیت شناختن. یعنی قنیسازی یه حق رژیم همچنی که شاید که همیشه روش میدادن که قنیسازی حق ماست، اینا امریکایی ها گروه پنج و علاوه یک به رسمیت شناختن. در ادامه وارد شدن به معامله با رژیم و رفع تحریم قبل از روشن شدن ابعاد نظامی به راستی مسخره است و معلوم نیست اگر رژیم به سوالات آژانس جواب نداد آن وقت چه میشود. فرصتی که به رژیم برای پاک کردن مدارک و آثار جرم داده شده است بی‌سابقه و شگفت‌انگیز است. معلوم نیست که چرا برخلاف عرف معمول این آژانس است که ابتدا باید به رژیم اطلاعات بدهد که به کجا میخواهد برود و به چه منظوری میخواهد بازدید کند. بسیاری کلمات گنگ و دوپهلو مثلا در اون مقوله تبدیل مواد در متن به کار برده شده که مثلا میگه رژیم قصد دارد چنین یا چنان کاری بکند. متخصصین فنی میگویند راه فریبکاری برای رژیم با الگوی کارگاه‌های تست اتمی در آمریکا در عمق 500 متری زمین باز است. این معنی که برای ساختن کلاهک بمب اتمی نیازی به مکانی با وسعت نطنز نیست و این مسئله را میتوان در چند اتاق و کارگاه کوچک در اعماق زمین حل کرد و پنهان کردن کار مشکلی نیست. تناقضی که مطرح کردم موضوع من بود، این بود که چطور ممکنه از یک طرف در یک توافق رژیم این جامعه زهرها رو بخوره، بعد از یک طرف در قسمت سوم وقتی داره گلگی میکنه از گروه پنج علاوه توی آمریکا و وقتی میخواد فاکت مطرح بکنه، فاکتی که مطرح میکنه با فاکتی که در ابتدا مطرح کرده به هم همخونی نداره. در قسمت اول اشاره میکنه که مثلا سایت فردون میخواد پارک علمی تبدیل بشه یا نمیدونم قنیسازیش چطور بشه و و و و در قسمت دوم میبینی میگه که نه ساختار کلیش رو حفظ کرده. نمیشه که یک سایت هم پارک علمی باشه هم در عین حال بتونه ساختار کلی خودش رو حفظ. یک نکته دیگر میخواستم همین رابطه با گلگی از آمریکا مطرح بکنم. ایشون دو سه نکته دیگر مطرح میکنه خیلی جالب بود. از گلگی که از آمریکا میکنه یکی اینه
چه کسی نمیداند که از مهیب‌ترین بمباران‌ها علیه مجاهدین بگیرید تا حل اصطلاح و تحریرات 16 ماه است. از اینکه دیدبان حقوق بشر را با یک خروار دروغ به جان مجاهدین بیاندازند. این همان دولت آمریکا است که تمامی قرارگاه‌های مجاهدین را یک طرف غیر متخاصم بودن بدون یک سند جدی به شدیدترین وجه بمباران کرد. در رابطه با بمباران قرارگاه ها، خب من میدونم اعضایی هم که در مخصوص اعضای بالای سازمان هم حتما اطلاع دارن که سازمان مجاهدین با عنوان نیروی غیر متخاصم همطور که ایشون میگه کروکی مکانهایی که مجاهدین در اونجا مستقر بودند و از قبل به نیروی ناتو تحویل داده بود. تو جنگ اول خلیج هم هیچ کدام از مجاهدین یاد کنم از پایگاه زد ضربه خورد کشته شد. اما به علت عدم برنامه ریزی، به علت این که موقعی که بچه ها از قرار بود که از اشرف منطقه یوسن نزدیک مرز حدود 400 نفر از فرماندهین، من جمله خود آقای رجبی، مریم رجبی، بسیاری از این نفرات بالای سازمان که قرار بود در کنار بچه ها باشن سر از فرانسه در آوردن و برنامه ریزی نبود، فرماندهی مشخصی نبود و قرار بود که بعد از پایان اولتیماتوم آمریکا به عراق نیروهای نظامی حق جابجایی نداشتن. اگه حق جابجا میشدن به عنوان نیروی متخاصم شمرده میشدن. اون موقع سازمان بعد از پایان اولتیماتوم هم بعضی از نیروها جابجا شدن مثل قرارداد 7. بمباران هم که ایشون مطرح میکنه درست همون نقاطی بوده که برخلاف تفاهمی بوده که بین مجاهدین و ناتو صورت گرفته. من یادمه یک سری مواد منفجره، گلوله‌های توپ و از این دست بود. ما از یکی از زاغه ها خارج کردیم قبل از پایان اولتیماتوم که یک قسمتی دیگه زیر زمین اونا رو مخفی کرد. من بعد از جنگ که ما برگشتیم اشرف، نکته که برام جالب بود اینجا بود که دقیقاً از بین فکر کنم 6 تا زاغه‌ای که اونجا به صورت یک دایره دور هم بود، همون دو تا زاغه‌ای که ما رفته بودیم داخلش سلاح رو وسایل گلوله‌های تانک و از این قضیه بیرون کرده بودیم، همون جا رو، همون دو تا زاغه رو زده بود، زاغه‌های دیگه رو نزده بود آمریکا. همون مکانایی که ما این مواد رو زیر زمین قایم کرده بودیم اونجاها رو زده بود. یعنی این یک فرافکنیه، این که اون 50-60 نفری که از بچه‌ها تو جابجایی نیروها تو جنگ دوم کشته شدن اینو به گردن آمریکا نیروهای ناتو می‌ندازه، این یک فرافکنیه، یک دروغه. و فکر می‌کنم خود اعضای سازمان خوب می‌دونه که این به خاطر این بود که هر چیزی که گفتن فرماندهی درستی نبود. این که بعد از پایان اولتیماتوم ما نباید نیروها رو جابجا کنیم، اگه نیروها رو جابجا کنیم نیروهای متخاصم شما میشید. بچه‌ها به این دلیل کشته شدن. من یادمه ما قرارگاه 7 بودیم، تو کانیماسی بودیم نزدیک نفشر. من یادمه دوتا از چیفتنا رو فرماندهمون که آقای دودکانی بود، دوتا از چیفتنا رو دستور داد از تو استتار در بیارن برن بالای تپه، چون با کردا درگیر شده بودیم، کردا داشتن پیشروی میکردن، بچه‌ها باشون درگیر شدن، بعد برای تقویت ایشون دوتا از چیفتنا رو دستور داد برن بالای تپه. من یادمه موقعی که جنگنده آمریکایی اومد دو بار شلیک کرد و هیچ کدوم به هدف نخورد و اینا عمدن زد. یعنی یک بار شلیک کرد به مثلا 50 متری 20 متری راست این تانک زد، یک بار به مثلا 50 متری چپ زد، بار سوم به خود تانک زد. هیچ کس هم کشته نشد چون ایشون اخطار داد با شلیکش، بچه‌ها در اومدن از تانک، بار سوم تانک رو زد. در صورتی که میدونید که همه دنیا هم میدونه که سیستم‌های نظامی آمریکا اینقدر پیشرفته است که اگر می‌خواست میتونه با همون شلیک اول تانک رو بزنه، ولی نزد. فقط می‌خوام این نکته رو برجسته کنم که کشته شدن اون بچه هم متاسفانه که ایشون داره با فرافکنی و دروغ به گردن آمریکا میندازه، مسئول مستقیمش فرماندهی شخص ایشونه. یک نکته دیگه هم می‌خواستم مطرح کنم تو صحبت‌های ایشون، نکاتی که ذهن منو گرفت و شاید جالب بود. صحبتی که ایشون در رابطه با مردم عراق می‌کنه،
بذارید من متن پیام خودش رو این قسمتش رو عیناً بگم. ایشون اینجور میگه: این همون دولت آمریکاست که بدون یک سند جدی عراق را به بهانه تسلیحات کشتار جمعی در جنگی که اوباما آن را احمقانه توصیف کرد به کلی درب و داغون کرد، خاک آن را به توبره کشید و مردم آن را به روز سیاه نشاند. مردم آن را به روز سیاه نشاند. مردم عراق رو، خاک عراق رو به توبره کشید، مردم عراق رو به روز سیاه نشاند. جالبه آقای رجبی با علم بر این موضوع در زمان آقای بوش، در زمانی که تضاد بین ایران و آمریکا خیلی شکل جدیتری داشت در مسئله هسته‌ای و صحبت جنگ و تهدید جنگ همه جا بود، آیا جنگ میشه نمیشه، همه هم و قم سازمان این بود که آمریکایی‌ها رو تشویق و ترغیب بکنه که به ایران حمله نظامی کنه. و میگفتن هیچ راهکاری غیر از این نداره. همین الان هم همین میگن. من سوالم اینه چطوریه آخه؟ چطوریه که با علم بر این که شما میدونید جنگ و ماحصل جنگ به روز سیاه نشستن مردم اون کشوره، چطور راضی هستین مردم کشور خودتون به روز سیاه بشینن؟ به خاطر اینکه شما به قدرت برسید، هرچند که نمیرسید چون تاریخاً تمام شدید. پایگاه توده‌ایتون از دست دادید چون راه رو اشتباه رفتید. ورود به عراق، ورود به جنگ و الان در ادامش حمایت از داعش به اسم نیروهای مردمی، نیروهای انقلاب، حمایت از آدم در همین هفته گذشته شده 20 نفر غیر نظامی تو بمباران عربستان تو یمن کشته شده، 20 نفر غیر نظامی. بعد خانم مریم رجبی از این جنایت به عنوان نمیدونم پیشروی نیروی انقلابی مثل داعش، این باعث تنفر میشه. حتی خود سازمان میدونه که پایگاه توده‌ایشو از دست داده، ولی اصرار داره بر همون ادامه راه اشتباه. به هر حال من میگم چیزی رو که شما علم دارید، تجربه کردید، تو عراق بودید، دیدید که بعد از جنگ چه بلاها سر مردم عراق اومد. تو همین الان چطور راضی میشید که همین بلا سر مردم خودتون بیاد؟ همینجور که گفتم صحبت در رابطه با پیام آقای رجبی زیاده، نکات زیاده. من چند نکته که تو ذهنم برجسته بود و مطرح کردم، هرچند که گفتم پاراگراف به پاراگرافش رو میشه در موردش صحبت کرد، هم دروغه هم، اما از اونجایی که مصرف داخلی داره برای سازمان کافیه، چون میدونه که کسایی که توی لیبرتی نشستن متاسفانه در طی این سالها به واسطه همون انقلاب و عملیات جاری نه قدرت فکر کردن دارن، نه متاسفانه جرأت فکر کردن. قدرت اینو ندارن، جرأت اینو ندارن که رهبری رو بخوان نقد بکنن. در رابطه با جنگ مسلحانه ورودشون به عراق، تحلیلای هر ساله و اینکه هر سال رژیم سرنگون میکنن، همین کافیه. همین اندازه که مسعود رجبی توی پیامش خط قرمز میکشه که حق نداری فکر کنی این اطلاعات از اسرائیل به دست ما رسیده، همین کافیه دیگه. از سازمان بیشتر این جرأت نمیکنه حتی مطرح کنن درون تشریفات. خط خودشو دنبال میکنه، پیام خودشو میده. از نظر من، نظر شخصی من، پیام ایشون و پیام های قبلی ایشون برای اعضای سازمان مثل یک لالایی برای کسی که دوست داره بخوابه، نیازم داره که برایش لالایی بکنه. میترسن از اینکه چشمانشون رو باز کنن، از خواب بیدار بشن. میترسن از اینکه فکر کنن این پیام چقدر واقعیه، چقدر واقعی نیست، آیا تناقضی هست درونش، آیا نیست. به هر حال به نظر من تنها راه احیای سازمان، نظر شخصی نبا، تحلیل خودم، اینه که سازمان با شهامت بیاد اشتباهاتی رو که
انجام داده که در رأسش حضور تو جنگ ما بین این را بود، اینو از مردم عذرخواهی کنه با شهامت بگه آقا ما همچین نیتی داشتیم، همچین هدفی داشتیم، این کارم به خاطر خلق کردیم، الان عذرخواهی میکنیم، الان به این نتیجه رسیدیم که آقا اشتباه کردیم، حضور در جنگ باعث شد که ما پایات دیدیم ندستیم. بسیاری از نفرات و از ایران، ترکیه، نفرات ایرانی و جوانای ایرانی رو به اسم کار یا پناهندگی یا اروپا و و و و به عراق کشوند و در نهایت حاضر نشدن بمونن، مثل نمیدونم مسعود مسعودی، مثل آلان محمدی و و و و و یا کشتیمشون یا وادارشون کردیم که خودکشی کنن. از این بابت عذرخواهی کنیم. ما که دم از خلق میزنیم، اونا هم بچه های همین خلق بوده. فکر میکنم اگر توبه کنن، اگر عذرخواهی کنن، اگر بازنگری کنن تو سیاستاشون، از صفر شروع کنن، شاید این بیمار رو به موت امیدی باشید برای احیای مجددش، بتونه مجدد یک شکل پویایی بگیره، دیگه نیازی نباشه بره بیسمن، بره از نمیدونم لهستان و کرد و عرب و افریقای اینا جمع بکنه. همین، بیشتر از این من ارزشی نمیبینم در رابطه با این پیام صحبت بکنم. همین اندازه هم فکر میکنم زیاد از حد. تشکر میکنم از همه عزیزانی که این صحبت رو گوش کردم. امیدوارم که بدونی که فوش بده، حالا البته منظورم کسانی هستن که تو لیبرتی هستن یا طرفداران شد، فکر کنن آیا من دروغ گفتیم، آیا این تناقضا نیست، آیا استراتژی جنگ مسلحانه شکست خورده یا استراتژی های رژیم کدوم به بنبست رسید. موفق باشید. خدا حافظ. ما هم تشکر میکنیم آقای کشفر از اینکه در مصاحبه ما شرکت کردید.